با درود دیگر خدمت تمامی سروران، کشتی دوستان و همراهان همیشه یه کانال حسین نظری MMA. بریم به شهر صوفیه بلغارستان. مسابقات کشتی های فرنگی بین المللی زیر 23 ساله جام سیراکوف بلغارستان در حال برگزاری هستش. مرتضی الگوسی با دونده قرمز در مقابل حریفی از قزاقستان با دونده آبی. به روی تشک در همین ابتدای کار یه لحظه رفت زیر کتف زده بود، اومد یه لحظه تندر بزنه که خودش رفت رو پول. همین ابتدای کار گافلگیر شد. داور بهش تذکر میکنه که دوبنده هم نباید بگیره. بله، یه اخطار هم به خاطر گرفتن دوبنده بهش دادن. عجب، همین ابتدای کار حریف قزاق گافلگیر کرد کشتیگیر ما رو و باید در خاک هم بنشینه. امیدوارم که در خاک گرس محکم بشینه. اگه 4 امتیاز از دست بده کار تموم هست در همه ابتدای کار. یه لحظه غافلگی شد، یه لحظه رفت رو پل و 4 امتیاز از دست داد. امیدوارم به کشتی برگرده مرتضی الگوسی. خوب گرس محکم نشسته تا به اینجای کار که نتونسته کاری بکنه، میتونن سرپا بدن. بله، داور اینجا سرپا میده. عجب. بله، عرض میکنم وزن 97 کیلوگرم هستش مرتضی الگوسی از کشورمون ایران با دونده قرمز در مقابله کشتیگیری از قزاقستان. کشتی اول هست. امیدواریم که الگوسی بتونه کشتی اول رو برنده از میدان خارج بشه. داور تذکر میده به الگوسی یک بار دیگه زیر کت زده. حالا کشتیگ قضا، کشتیگ گلدوری هست. وقتی زیر کت میزنه کاملا کار رو از دست الگوسی در میاره. ببینیم چه میکنه الگوسی در مقابل این کشتیگیره چقدر خوش نفس. ببینیم تحت فشار گذاشته الگوسی رو، یه دست رو گرو گرفته تا نتونه الگوسی فنون خودش رو به اجرا بذاره. حالا داور میخواد به کشتیگیر ما اختار بده. عرض میکردم کشتی های زیر 23 ساله جام سیراکوف بلغارستان هسته در صوفیه بلغارستان در حال برگزاری 22 تا 25 اردیبهشت ماه 1401 هست. یک بایده در خاک مینشوننش الگوسی رو به خاطر کمکاری. امیدواریم که باز هم گرس محکم بنشینه. 5 امتیاز در همین ابتدای کار از دست داده. نباید بارانداز بخوره. بارانداز بخوره کار تقریبا تموم میشه. خوب دست و پا رو ستون کرده. ببینیم میتونه بکنه یا نه. یه لحظه لیفت میکنه. حالا نه، نتونست کاری از پیش ببره. خوب گرس محکم تو خاک نشست. همون اشتباه اولیه 4 امتیاز از دست داد. وگرنه تا به اینجای کار خوب کشتی گرفته. امیدواریم به کشتی برگرده. زیر کتف زده، دست رو از این بر گرو گرفته، میتونه تشه خارجش کنه. باز دو بنده رو گرفته الگوسی، نباید دو بنده رو بگیره. یک بار تو سه دقیقه اول بهش تذکر داده. بله، اینجا تشه خارجش میکنه. داور یک امتیاز برای قرمز در نظر میگیره. ببینیم اینجا گازی هم یک امتیاز در نظر گرفت. ببینیم رئیس دوشک نظرش چی هست. رئیس دوشک دید که دو بنده رو گرفته بود الگوسی. بله، رئیس دوشک میخواد داور و گازی رو. فکر میکنم که رئیس دوشک دید که دو بنده رو گرفته بود. یک بار هم اونجایی که رو پل نگه داشت دو بنده رو گرفته بود. این دومین بار هست. ببینیم، امیدوارم رئیس دوشک ندیده باشه. کاملا از این بر مشخص بود. بله، همین که عرض کردم، دو امتیاز به آبی میدم. بله، داور هم اشاره میکنه که دو بنده رو گرفت و یک اختار دیگه روی تابلو ثبت میشه. اگه یه اختار دیگه بگه دیسکوالیته میشه و کشتی تمام میشه. نمیدونم چرا اینجوری داره کشتی میگه الگوسی. دو تا اختار علکی و امتیاز علکی کارت پستالی تقدیم کرد به حریف قزا و 7-0 شد. یک امتیاز دیگه کشتی رو تموم میکنه به نفع کشتی قضا. امیدواریم دیگه از اشتباه نکنه. یه رسول رسول گروه گرفته، باید رو به جلو باشه، حداقل یکی دو امتیاز بگیره تا خیالمون راحت بشه. 20 ثانیه تا پایان 3 دقیقه اول کشتی زمان داریم و اینجا تحت فشار میذاره. یه لحظه سر زیر بغل و با
باعث میشه پشتی غذا تشک خارج بشه. بله یکی امتیاز هم به خاطر فرار از فن میدن. ببینیم تایید میشه یا نه. بازی اون طرف بله نشون داد بله تایید میشه. حالا دو میشه، دو امتیاز، دو هفت بر دو نتیجه کشتی. بهتر شد، یه مقدار امیدوار شدیم به کشتی. اونجوری فقط با یه خاک خروج از تشک میتونست بنده میدان باشه کشتی غذا. بله ببینیم یه اختار هم برای کشتی غذا ثبت شد. داور خوشخنده هست این داور وسط. به همه چی میخوره الا داوری کشتی. بله دو کشتی که نزد مربیه خودشون میرن توصیه های لازم رو از مربیه خودشون بگیرن. ببینیم چه تاکتیکی رو در نظر میگیرن برای مرتضی الگوسی تا کامبک کنه به کشتی و برگرده. ببینیم میتونه کشتی گیره بد بدن رو شکست بده یا نه. امیدوارم سه دقیقه دوم خسته شده باشه کشتی قزاق و الگوسی بتونه فنون خودش رو به اجرا بذاره. الگوسی کشتی گیره دست پابسته نیست، در جام قهرمانان ترکیه طلا گرفت، برنز جام تختی رو داره. یه لحظه سازی بغل میره برای کمرگیری ببینی خاک میکنه یا نه. بله اینجا بالاخره خاک میکنه، اینجا بالاخره خاک میکنه و دو امتیاز میگیره. نتیجه کشتی 7 بر 4 میشه. حالا شد، حالا امیدوار شدیم به کشتی میتونه برگرده، میتونه برسه به این کشتی. از میکردن در جام تختی سوم شد، در روسیه هم مدال برنز جوانان جهان رو گرفت. تجربه کافی رو داره برای شکست این کشتی، قدرت و انرژی و تکنیکش رو هم داره. ببینیم چه میکنه حالا در ادامه کار. نتیجه کشتی 7 بر 4 و 2 دقیقه 30 ثانیه زمان داریم تا پایان کشتی. زیر کشت زده کشتی قزاق هم دست رو گرو گرفته تا نتونه بشینه برای کمرگیری. حالا یه دست رو گرو میگیره. یه لحظه میره برای سرگردن، داره اداره میکنه کشتی رو. میتونن اختار بدن به کشتی گیر قزاق، کاری از پیش نمیبره، هیچ فنی رد و بدل نمیشه، فقط داره کشتی رو اداره میکنه. رو به جلو هست کشتی گیر ما، دست کشتی گیر ما بهتر کار کرده تا به اینجای کار. ببینیم میخوان اختار بدن به کشتی گیره. بله داور یه لحظه نشون داد که کشتی گیر آبی کمکار هست، درخواست کمکاری میکنه. ببینیم بله بازی تایید میکنه و اینجا باید در خاک بنشینه و یک امتیاز به کشتی گیر ما میده. حالا نتیجه کشتی 7 بر 5 میشه. امیدواریم در خاک بتونه با اندازش رو به اجرا بذاره و بنده میدان بشه. 7 بر 0 عقب بود، حالا 7 بر 5 شده نتیجه کشتی. مطمئنم که میرسه الگوسی به این کشتی گیر. از بالا یه لحظه رفت جمع کرد، حالا میاد پایین، دست رو کاملا گلاب نکرده. ببینیم داره جابجا میشه کشتی قضا، میره برای بارانداز یا نه. یه لحظه نیم تیر کرد ولی کاملا نه، نتونست. خسته شده الگوسی، کشتی اول هست و هنوز بدنش آماده نیست. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. یه لحظه حالا پیش میندازه، ببینیم میره پشت کشتی گیره. بله اینجا بالاخره خاکش میکنه و دو امتیاز میگیره. نتیجه کشتی حالا 7 بر 7 ولی کشتی قزاق هست که برنده هست، چون چهارتایی داره، یه دونه چهارتایی در همون ابتدای کار گرفت. نتیجه کشتی 7 بر 7 هست. یک دقیقه تا پایان کشتی زمان داریم. دوستان عرض کنم که کشتیگیرهای اسرائیلی هم تعداد زیادی تو این کشتی ها شرکت کردن. امیدوارم که به بچه های ما نخورن حداقل تا پای فینال. بچه های ما بتونن دستمزد زحماتشون رو با مدال بگیرن تو این دور از مسابقات. دوباره یک بار دیگه تذکر می‌کنم که انگشتا رو نگیرن، باید مراقب باشه. یک اختار دیگه میتونه کار رو تموم کنه به نفع کشتیگیر قزاق. یه اختار به یه دیسکوالیته میشه. حالا یه لحظه اومد برای کمرگیری ولی کشتیگیر قزاق بود که تابون. ببینیم چه امتیاز در نظر گرفته میشه. بازی داور وسط همچنان خندان داره میره پیش گازی رئیس تشک. ببینیم چه تصمیمی میگیرن. عجب، 50 ثانیه تا پایین کشتی زمان دیم. نتیجه کشتی 7 بر 7. امیدواریم امتیاز رو به کشتیگیر ما بدن. با این نتیجه هم کشتیگیر قزاق برنده میدان هست.
الگوسی یه جورایی خسته نشون میده. اون شادابی و آمادگی همیشگی رو نداره. همچنان منتظره نظر رئیس تشک هستیم. ببینیم چه امتیازی رو. بله، یک امتیاز به نفع کشتیگیر قزاق ثبت میشه. عجب. احتمالا نظرشون بر این هست که کشتیگیر ما قبل از اجرای فند پاش از تشک خارج شده. بله، یه لحظه بدلکاری کرد و کشتیگیر ما رو از تشک خارج کرد. کشتیگیر قزاق حالا یک بار دیگه جلو میافته. 8-7. امیدواریم یه خاک میتونه کار رو تموم کنه. فقط 30 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم. باید هرچه در توان داره رو کنه. زیر کت میزنه، کاملا داره اداره میکنه. تا باید تذکر میکنه باز سهر نراید بیاد جلو. ببینیم فقط 30 ثانیه زمان داریم. باید هرچه در توان داره رو کنه. یه رسال سرگردن رو گرو میگیره، میتونه گوز کنه و به پشت کشتی غذا بره. کاملا داره کشتی اداره میکنه. کشتی غذا 20 ثانیه فقط زمان داریم. حالا کمرش رو کاملا مهار کرده. ببینیم میتونه خاک کنه یا نه. دست زیر کتف تحت فشار گذاشته. 10 ثانیه فقط تا پایین کشتی زمان داریم. میتونه تشک خارجش کنه یا نه. خاک میکنه بیرون تشک، خاک میکنه. دو امتیاز باید به ما بدن. 6 ثانیه فقط تا پایین کشتی زمان داریم. بله، دو امتیاز ثبت میشه به روی تابلو. 9-8. حالا ما جلو میافتیم و 6 ثانیه فقط زمان داریم تا پایین کشتی. حالا درخواست چالش میکنن مربی قضا. البته چاره ای نداشتن، چالش کردن که شاید این دو امتیاز نباشه و تک امتیاز باشه. اگه تک امتیازی باشه کشتی قزاق برنده است به دلیل اینکه 4 امتیازی داره. ببینیم نظر هیئت جوری چی هست. ببینیم، بله، دو امتیاز تایید میشه و یک امتیاز دیگه هم به کشتیگیر ما میدن. 10-7 میشه. حالا 10-8 میشه نتیجه کشتی. چالش هم واگذار کردم. بله، اینجا کشتی تموم میشه. چه کشتی سنگین و نفسگیری بود. چقدر پر استرس. یک امتیاز. بالاخره برنده میدان شد مرتضی الگرسی. خب دوستان، امیدوارم دیدن کشتی زیبا لذت برده باشین. عزیزانی که به تازگی به جمع ما پیوستین، برای دیدن ادامه ویدیوهای عزیزانمون در بلغارستان حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنار کانال رو فعال کنید. به محض اینکه کشتی‌های بعدی در کانال بارگذاری میشه، یوتیوب شما در جریان میگذاره و از دیدن کشتی‌های زیبای عزیزانمون لذت خواهید برد. تا دور دیگر، بدرود دوستان.